در یک پیشرفت هیجان انگیز، کاردانو بعد از افزایش فعالیت‌های اجتماعی و بازار، رتبه اول رو در بین 3870 دارایی برتر رمزنگاری در رتبه بندی لونار کراش قرار داد. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به صحبت درباره مسابقه ارزهای دیجیتال بپردازیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. معرفی ارز دیجیتال کاردانو. ارز کاردانو در سال 2017 توسط بنیانگذار اتریوم برای حل مشکلات مقیاس پذیری در بیت کوین و قراردادهای هوشمند در اتریوم اختراع و ایجاد شد. تیم پروژه کاردانو همواره در تلاش بوده تا مشکلات مقیاس پذیری، قابلیت همکاری با سایر بلاکچین ها و حتی سیستم های مالی سنتی و پایدار رو حل کنه. اونها در تلاشن تا با حفظ ویژگی های مثبت بیت کوین و اتریوم مشکلات خود رو در این ارز حل کنن و ویژگی های مثبتی رو به اون اضافه کنن. هدف شبکه کاردانو فراهم کردن بستری برای توسعه دهندگان برای ساخت قراردادهای هوشمند و برنامه های کاربردی غیر متمرکزه. کاربردهای کاردانو. کاردانو هم مانند پروژه‌های دیگه مثل اتریوم در ساخت قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن‌های غیر متمرکز استفاده میشه و کاربرد داره. اما مزیت‌های دیگه‌ای که این ارز نسبت به بقیه داره به این شرحه: ساختار چند لایه‌ای داره که باعث میشه نسبت به رقباش امنیت بالاتری داشته باشه. در کاردانو امکان ساخت قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیر متمرکز توسط زبان برنامه نویسی جامع‌تری به نام هسکل وجود داره. همچنین به خاطر استفاده از پروتکل آوروبروس مقیاس پذیری بالاتری هم داره. مسابقه ارزهای دیجیتال، کدوم رمزارز اول شد؟ لونار کراش در توییت اخیرش خاطر نشان کرد بر اساس فعالیت نسبی ترکیبی اجتماعی به علاوه بازار، کاردانو تونست رتبه یک رو بین 3870 سکه برتر در سراسر بازار کسب کنه. اجرای برجسته اخیر کاردانو در میان راهندازی واسیل. داده‌های لونار کراش نشون میده که طی 24 ساعت ارز دیجیتال بومی کاردانو با 58% افزایش به 49 سنت رسیده، در حالی که حجم اجتماعی اون با 54% افزایش به 31559 رسیده. در یک توسعه موازی، مشارکت اجتماعی کاردانو 29.3% افزایش داشت و به حدود 73,083,000 دلار رسید. دلیل این شاهکار به دلیل راه اندازی آینده هارد فورک واسیله. همونطور که توسط The Crypto Basic گزارش شده، چارلز هاسکینسون هفته گذشته اعلام کرد هارد فورک واسیل در شبکه اصلی کاردانو در 22 سپتامبر 2022 فعال میشه.
تیم پشت این پروژه بعد از انجام آزمایش گسترده 1.35 مورد نهایی واسیل 22 سپتامبر 2022 را انتخاب کرد. تیم کاردانو خاطر نشان کرد بعد از تکمیل موفقیت آمیز و آزمایش های گسترده همه اجزای اصلی به علاوه آمادگی تایید شده جامعه، امروز میتونیم 22 سپتامبر رو برای ارتقاء واسیل در شبکه اصلی کاردانو اعلام کنیم. اگرچه در ابتدا قرار بود راه اندازی واسیل در شبکه اصلی کاردانو در اواخر ژوئن مستقر بشه، اما در دو موقعیت مختلف به تعویق افتاد. این تأخیر به این دلیل بود که تیم کاردانو روی حذف هر گونه نقص فنی احتمالی که ممکن بود ایجاد بشه تمرکز کرد. سرمایه گذاران آدا درباره راه اندازی آتی واسیل هیجان زده هستند. با اعلام تاریخ راه اندازی واسیل، جامعه کاردانو برای تقویت بازاریابی و تعاملات اجتماعی آدا هیجان زده شد و انتظار داشت که هاردفورک مورد انتظار به زودی برگزار بشه. پیشنهاد میشه که واسیل ظرفیت شبکه کاردانو رو افزایش بده، هزینه های تراکنش رو کاهش بده و عملکرد قرارداد هوشمند بلاکچین رو برای استقرار برنامه های غیر متمرکز مفیدتر افزایش بده. در ساعات منتهی به زمان انتشار، آدا در حال حاضر با 49 سنت در صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال معامله میشه و حجم معاملات 24 ساعته اون 641 میلیون دلاره. کاردانو یکی از پرطرفدارترین ارزهاست و بعیده هر کسی که در مورد ارزهای دیجیتال زیاد شنیده نام اون رو ندونه. علاوه بر نام اون، با شناختن ویژگی‌هاش میتونید تصمیم خوبی برای سرمایه گذاریتون بگیرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید درباره کاردانو چی میدونید؟ و اینکه آیا کاردانو ارز خوبی برای معامله است؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.